آقای 213 خودتون معرفی میکنین؟ جواد هستم از شمال ایران، تونیک. از شمال میام. بله، تونیک آقا. آقای جواد تنها اومدی؟ تنها اومدم. بله. انگیزه شرکت در این برنامه؟ والا دوستا خیلی اصرار کردن، خانواده اصرار. بس دوستان. مثلا اگه دوستان بگن اصرار کن آقا تو رو خدا بیا برو فضا میری. زنده باشی. قربون برم. دوستا و خانواده خیلی اصرار داشتن، سریال قبل دیدن. و علاقه شخصیت؟ علاقه شخصی که به هر حال هر کسی علاقه درش به وجود میاد. هر این برنامه رو که میبینه علاقه براش به وجود میاد. دل سوخته تر از همه سوختگانم، از جمع پراکنده رندان جهانم، در صحنه بازیگری کهنه دنیا عشق است قمار من و بازیگر آنم، با آن که همه باخته در بازی عشقم، بازنده ترین هست در این جمع نشانم، ای عشق از تو زهر است به کامم، دل سوخ تن سوخ ماندن حرام است. بسیار عالی جواد جا، میشه لطف کنین آهنگ دومتون رو بخونین؟ مرسی. اگر مانده بودی تو را تا به عرش خدا میرساندم، اگر مانده بودی تو را تا دل قصه ها میرساندم، اگر با تو بودم به شبهای غربت که تنها نبودم، اگر مانده بودی ز تو می نوشتم تو را می سرودم. مرسی جواد عزیز، مرسی مرسی، خسته نباشید عزیزم. آهنگ اول یه ذره نوت ملودی، یعنی تونش، تونالیتش پایین بود، بهتر از آهنگ امید جان. این آهنگ اگر مانده بودید خیلی بهتر اجرا کردید. تو این آهنگ اگر مانده بودید خیلی ذره نوت بالا بود، ذره ملودی سخته، نوع آواز جوریه که ذره کشیده شدن نوت ها یه ذره مشکله. به هر حال من اشتباهی در چه تحریر چه در کشش نوت در شما متاسفانه دیدم، ولی آهنگ آقای معین رو بهتر اجرا کرده بودید. خسته نباشید. زنده باشید. به نظر من هر دو آهنگ رو، البته گویین که آهنگ دوم خب مثل آهنگ اول نتونستی اجرا بکنی، ولی نشون میده که خیلی وقت داری میخونی، درسته؟ آقای وارتان، من روزی که اومدم ترکیه وارد شدم پنجشنبه یه حساسیت در من ایجاد شد، اصلا گلوم به کلی بسته شد، اینکه نتونستم تحریر آقای امید رو اجرا کنم بخاطر این. ولی خب نشون میده که خواننده دیروز قرار بود برگردم، اصلا دیروز قرار بود برگردم، دوستا زنگ زدن گفتن حالا یه دارویی رو گفتن این دارو رو مصرف کن دیگه. نشون میده که خواننده اید. این بالاخره خواهش میکنم مشک نمونه خرواره. خوبه، ادامه بده ان شاء الله که حساسیتم رفع بشه، ولی نشون میده که خواننده هستی. مرسی عزیزم. جواد جان واقعا از حسن سلیقت ممنونم، از اینکه دو تا آهنگ بسیار زیبا رو انتخاب کردین. من آهنگ دلسوخته معین رو فرید زولان و آقای اردلان سرفراز و معینم به تبحر خاصی اجرا کرد. شما خیلی قشنگ خوندی واقعا. آهنگ اولو خیلی سوارتر بودی روش تا آهنگ دوم، ولی ممنونم که دوم دیگه میگم متوجه شدم. واقعا درود بهت میگم، بسیار زیبا و ممنون از حسن سلیقت. قربونتون برم، موفق باشی، خدا نگهدار. بیرندگان عزیز در کنار آقای امیر هستیم. شمارت کجاست؟ 27 پایینه. شمارت رو گیتار زن. آره رو گیتار زن. گیتاره میره میخونی یا تو؟ نه گیتاره میره. گیتاره با... امیر چی میخواد بخونی؟ من یکی از آهنگای فرامرزه و یکی از آهنگای خودم.
آصف اصلانی فرامرز اصلانی. اوکی آهنگ خودت چیه؟ آهنگ خودم باقی آرزو اسمش که خیلی دوستش دارم، چند سال نزدیک 7 8 سال تقریبا دارم روش کار میکنم. آره تقریبا میشه گفت این اوزل وقتشون مهندس شده بودی. یکی از بهترین آهنگام تقریبا. اوکی این بهترین آهنگ تو، یه بیتش همین الان بخون خیلی هیئت جوری پشت این دوربین نشسته، یه بیت هر چه میخواد داره تنگت. بینندگان عزیز من از تصویر من بیرون، یه بیت شما رو تنها میذارم و به مهمونی امیر و شما و میکروفون و گل و آینه با هم باشید. اوکی مرسی. یاد اون روزا بخیر که توی باغ آرزو می نشستیم به گفتگو از قدیما. لای 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 لای. یاد اون روزا بخیر که توی باغ آرزو می نشستیم به گفتگو از قدیما. دستامون تو دست هم، دیده هامون به روی هم، بوسه ها چیده می شد از لبامون. عشق توی قلب من مثل جون بود تو این بدن، قلبت در هوای من می تپید عاشقونه. دفتر خاطرات من پر بود از نامه های تو، واسه هم جون می دادیم بی بهونه. جونمو گرفتی بی وفا با حرفای عاشقونه. زندگیمو باختم سر را، چرا رفتی از این میونه. لای 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 لای. هنوزم یادم نمیره لحظه های آشنایی که نشستی سر راهم با یه دنیا بی پناهی. عشق تو هم سفر شبای بی ستارم بود بی وفا، اما کشوندی منو تا اوج تبایی. رفتی تو از کنارم سوی اون باغ بهاری، چشم منتظر براتم شاید از سفر بیایی. گلهای پاکش رو باز توی قلبم بکاری. دوم فرامرز اصلانی. میدونی دل اسیره، اسیره تا بمیرم. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره. میدونی دل تنگ تو، نموه آهنگ تو، ولی بیهوده جویم، بسی بیهوده گویم. به من بگو بی وفا حالا یاره که هستی، خزان عمرم رسید نوبهاره که هستی. میخوام برم دور دورا، دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزا رو می شماره. میدونی دل اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره. میدونی دل تنگ تو، نموه آهنگ تو، ولی بیهوده جویم، بسی بیهوده گویم. مرسی امین جان. با اینکه ملودی اول خودت ساخته بودی که بقیده من باید خیلی خوب اجرا باید میکردی، قسمت های بالا نمیرسیدی و آره دیگه دقیقا. ولی هنگ فرامرز رو نسبتا بهتر اجرا کردی. حالا یه مقدار هم استرس داشتی، قابل قبول هستش، ولی به خاطر اینکه داری گیتار میزنی، موزیک بلدی، بالاخره باید خیلی خیلی بهتر از اینا باشی. رو ملودیات هم یه مقدار بیشتر کار کن، بهتر خواهی شد. ممنون، مرسی، متشکرم. خسته نباشی امیر جان. خوندن و نواختنت
سبک اینه که به هر حال نوازنده هستی که میتونی بخونی تا یک خواننده باشی که ساز میزنی. درست. نظر من بیشتر یه نوازنده هستی که میتونه خوب بخونه در حدی که نوازنده است و در همین حد به نظر من اوکی بود. مرسی. امیر جان خیلی خوب بود. من اجرای دومتون رو بیشتر از اولی دوست داشتم ولی در پکیج در مجموع خوب بودی. ممنونم. سلام میکنم. الان نمیدونیم پشت خبره. همه وایسادن دارن نگاه میکنن. یعنی 600 تا چشم الان داره من نگاه میکنه. هولشو چجوری صحبت کنم؟ خب بعد رفتم بالا کارمو اجرا کردم. خوب بود. بد نبود. حالا یه جورایی هم اوکی دادم هم اوکی ندادم. ان شاءالله که بتونیم با بچه‌هایی که واقعا لیاقتشو دارن بریم بالا. و تشکر میکنم از آقای دکتر و هیئت جوری که واقعا کلی انرژی بهم دادن. و چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنید شما بابا؟ نگاه خودی. بعدم بچه ها میگن که اگر خواننده نمیشه چه کاره میشدی؟ واقعا شوخای گنگستر میشدم چون یه جورایی این کار رو دوست دارم. بعدم دیگه بچه هم دقیقا گفتن شبیه گنگستر های. حالا نزم به شکم همه که کلم نه به سر کچل همه. دوستان عزیز، آقای شماره 230 230 خودتو معرفی میکنی؟ من محسن هستم، از دسپول اومدم. از دسپول. محسن از دسپول، شغل چیه؟ من تو کار مواد غذایی. کار مواد غذایی. چی شد با موسیقی آشنا شدی؟ چی شد اومدی اصلا نکست ورژن است؟ والا موزیک من از خیلی سالهای پیش من کارامو شروع کردم. بعد یه چند سالی هستش که دیگه به صورت حالا نیمه حرفه‌ای بگو کار دنبال میکنم. کلاس هم رفتی، دوره دیدی، سولفژ، سازی یاد بگیری، پیش استادی رفته باشی، خودت محک زده باشی؟ خیلی سالا پیش من فقط نوازندگی میکردم. چه سازی لطفا؟ ترومپت میزنی؟ بله. یکی از بهترین هنرمندان ایرانی توی این ساز آقای منوشهر بیگلریه که واقعا دستشون از همینجا میبوسن. 100% استاد تماما. چه کاری آماده کردی برای امروز عزیزم؟ ولی من دو تا کار از یه دونه از آقای معین، بچهای البرز، و کار بعدی هم از آقای امید. از آقای امید. هم بینندگان عزیز، ما اومدیم تو عرشه کشتی، همونجوری خدمتتون عرض کردم، این کشتی هم داره همینجوری میچرخه و ادامه میده. اگه ما تکونایی میخوریم میخواد عقب جلو میریم، به خاطر اینکه رو عرشه کشتی هستیم. کشتی هم در دریای مدیترانه، جای شما واقعا خالیه. عزیزم آرزو موفقیت میکنم برات، امیدوارم که اجرای خوبی داشته باشی. وای اگه خون سیابش دامن شبو بگیره، اگه باز به زخم راستم سهراب قصه بمیره، سهراب قصه بمیره. وای اگه درفش کابه بشه باز خنجر زهاک، اگه باز از تخت جمشید خسروی بیافت رو خاک، وای اگه کمون آرش بشکنه به دست کینه، وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، دیگه از غرور این خاک چی میمونه چی میمونه، واسه بچه های البرز چه کسی اسم میخونه، کاشکی از بغض دماوند خون نشه قلب ستاره، کاش نیاد روزی که مهتاب توی کوچه پا نذاره، کاشکی از چشمای مجنون خواب لیلی رو نگیرن، کاش فرشته های عاشق توی آسمون نمیرن، توی آسمون نمیرن، سر تو بذار شونه هم خوابت بگیرن.
بذار تا باروم دل بی تا بد بگیره، دیگه نگو از ما گذشته دیگه دیره، حتی من از شنیدنش گریم میگیره. بذار رو سینم سر تو، چشمای خیس و تر تو، بذار تا سیر نگات کنم، بو بکشم پیرهن تو، بغل کن و بچسب بهم، بکش دوباره دست بهم، جز تو کسی رو ندارم، نزدیکتر از نفس بهم، سر تو بذار رو شونه هم، خوابت بگیره، بذار تا روم دل بی تابت بگیره، دیگه نگو از ما گذشته دیگه دیره، حتی من از شنیدنش گریم میگیره. یکی از حسنای بچه های دسفول، چون میدونم خواننده‌ای خیلی خوب داره، تو همون دوران سربازی تو دسفول، من مدت تقریبا 4-5 ماه تو لشکر 92، بله بله، پایین تر از پایگاه وحدتی، بله، همون شده 292، بله بله، اونجا تیپ 2 زرهی، بله، هر موقع میرفتم دعای کومیل میرفتم اونجا، ماشاءالله چه صداهایی قربونت. و میدونم که بچه های دسفول اکثرا خواننده های خوبی هستن، خودت هم خیلی تحریرای ریز قشنگی داری، خیلی همچین سوزناک. قربونتون. فقط محسن جان یه ذره بعد صدا تو رها کنی، این هم یه تکنیکی داره که حالا من اگه فرصتی شد حتما کمکت میکنم، چون صدا داری میدونی، فقط باید یکم از دیافراگم بخونی، از پایین بخونی، صدا رو رها کنی، چون تحریر داری، صدات ماشاءالله قشنگه، میخونی درست میخونی، فقط باید یکم بیشتر نترسی، صدات رو رها کنی، اینجوری خیلی بیشتر به بیشتر حتما به دل میشینه. خوب بود، من خیلی دوست داشتم. مرسی. یه سری اشکالات داشت ولی خب به هر حال چون جنبندی صدا زیباست، من زیاد ضربین نمیذارم روش، ولی قشنگ بود، دست درد نکنه. مرسی. صدا داری ولی یه نواخت داشتی اجرا میکردی، خیلی مونوتون بود، اینو باید این نو خوندن رو باید رها کنی به نظر من، یعنی باید کاری بکنی که یه حس زیبایی به وجود بیاد، شعر به اون زیبایی رو که داری میخونی بتونی اینو به شنوندت منتقل بکنی، اینو اگه یه مقدار رعایت کنی فکر کنم بهتر میشه. مرسی محسن جان، خسته نباشید. سوز صداتون خیلی خوبه، سوز صداتون رو من خیلی دوست دارم، من تا آهنگ اول رو خیلی خارج میخوندید ولی آهنگ دوم خورده بهتر شده بود، یه ذره کنترل داشته باشین روی تونالیته و کوک پیچتون خیلی بهتر میشه. بالاخره من اومدم اونجایی که دوست داشتم بیام، خیلی دوستان دوست داشتن که منو اینجا ببینن، جای همتون خالیه، اینجا من کارامو انجام دادم، خوب بود، آقای امید خیلی راضی بودن، اشاره ببینیم نظر کلی هیئت جوری چجوری میشه. با دل بیقرار من
خدایا کی سراید آخر زمان کدوم غروب نشونی داد شب از کدوم جاده میاد از عاشقای ره گذر نشونی تو رو میخواد وقتی که دست من نبود کدوم صدا در تو نشست کدوم ستاره Bye.